مجموعه دیپلماسی آنتالیا که گفتگو درباره اوضاع افغانستان نیز بخشی از آن است، امروز در ترکیه آغاز شد. هیئت امارت اسلامی به سرپرستی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه پیش از برگزاری نشست آنتالیا با وزیر خارجه و معاون رئیس الوزرای قطر و توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده دیدار و گفتگو کردند. وزارت خارجه در تویت های این دیدارها را فرصت مناسب برای گسترش ارتباطات حکومت تازه می داند. د افغانستان د نوی حکومت په رسمیت پیژندل او د شتمنیو ازادیدل د افغانانو مشروع حق دی او له همدې سره سیاسي اړیکې او اقتصاد وده کوي. نشست آنتالیا که تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت، افزون به سرپرست وزارت خارجه توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان نیز در این نشست درباره افغانستان و تعامل جامعه جهانی با کشور با شرکای مهم بین المللی گفتگو خواهد کرد. افغانستان که اوسنی اسلامی حکومت ټول هغه شرایط پوره کړي دي چې باید په رسمیت وپېژندل سي، د افغانستان شتمني باید آزاد سي او افغانانو ته هغه سهولتونه او له افغانانو سره هغه تعامل وسي چې نړۍ له انسانانو سره کېږي. بدون تحقق اون پیششرطها و بدون برداشتن گامهای عملی در مورد اون پیششرطها از سوی طالبان به نظر نمیرسد که دستاوردهای ملموسی باشند. از سوی هم به گفته وزارت خارجه، هیئت امارت اسلامی در پایان نشست آنتالیا دیدارها با نمایندگان کشورها و سازمانهای گوناگون جهانی درباره تعامل آنان با حکومت تازه، افزایش کمک‌های بشری و مسائل دیگر گفتگو خواهد داشت. در این نشست اینها شرایط بد و ناگواری که از نگاه تحریم‌های کشورهای جهان و بخصوص ایالات متحده آمریکا بالای افغانستان وارد کرده، با جهانیان درستتر و خوبتر معلومات را نماید. هزینه جنگ و صلح، رهبری در یک عصر ناپایدار و مسیر منطقه‌ای و جهانی برای دیپلماسی بهتر صلح و رفاه از مهمترین بخش‌هایی است که قرار است در این نشست سه روزه روی آنها گفتگو شود.